برای اجرای بعدی علی طولابی 13 ساله از کوهدشت لرستان. بفرمایید. به به علی آقای گل. خوبی؟ مرسی ممنون. سر حال آماده؟ آماده ای؟ برو بریم. باریکالله علی، ورود قوی. Dirty mansion.
ماشاءالله ممنون از لطفت. بارکالله بفرمایین. ببینید تو این موقع شب 90 درصد سالن تماشاگر بر تو بلند شده. ببین دیگه چقدر کیف کردم. ماشاءالله به شما. آفرین. ممنون، مرسی. چقدر قدرتمند خوندی برامون. چقدر مسلط. لطفاً. عالی. صدای زیبا، نوای زیبا. بعد خودت چقدر حس و حالت خوبه و عالی بود. واقعاً یه بسته کامل کامل. و اینقدر شروع درست و بدون هیچ استرسی و با این اعتماد به نفس معلومه دیگه. لطفاً. همون اول سفیدو گرفت بس. ممنون. خیلی خوب بودی. من عاشق صدات شدم، یعنی خیلی خوشگل خوندی. بعد فارسی هم میتونی بخونی؟ بله. دفعه بعد فارسی میخونی برامون؟ نه، من چون زبان خودم مادریم لکیه، لکی یه جورای تلفیقی از لوری و کردی. این جلسه رو اگه برندشم کردی خوندم، ایشالا اگه برنده شدم جلسه بعد حتما لوری میخونم. اوه، پس به افتخارش برای جلسه بعد. برای شما بهتر بود. ممنون از لطفتون. همین جوری الان جواب بده یا میدونستی خانم صامتی اصالت لور داره؟ همینجوری گفتی الان؟ آره دیگه. نمیدونست. آره. میدونستی؟ میدونستی من لورم؟ میدونستی لورن ایشون؟ بله. آها، ای شیطون، بس عقص گفتی. بکرم همینجوری گفت. خب اصطلاح ششتانک، صدای ششتانک، یعنی مصداق کاملش دیگه. تو 13 سالگی توی این سن مشورت. منم عین امین خواستم اون اول بزنم، چون کسی که اون مقام و اون سختی کردی رو میدونی چه مقامی بود؟ فکر کنم مقام هورامی. هورامی، آفرین. عالی بودی. انشالله که مراحل بالاتر ببینیم. انشالله. حالا لوری که میخونی، لکی یا لوری؟ لوری. نه، لکی ترکیب کردی و لوریه که کردیش بیشتر از لوریشه. گفت این دفعه کردی خوندم، دفعه دیگه میخوام لوری بخونم. بعد یه بارم حالا به خاطر ما فارسی هم بخون بعد. الان میخونم؟ نه، هر وقت دوست داشتی. چش. بخون، حالا بخون. حالا که وایسی باشه. بذارید نظر داورا تموم شه، خیالمون راحت شه. بعد آقای اسماعیلی شما بفرمایید. آقای اسماعیلی خیلی دیر زنگ زده. آقای اسماعیلی یک جلسه آخر. نه، من اول می‌خواستم زنگ بزنم. تازه نظرم حواسش مشکلات تو بهشون تسری پیدا کرد. کلا دیگه امکان نداره. اصلا تو دو سه جلسه قبل خیلی خوب و مهربون و ناز و یهو اصلا یه چیز دیگه ما داریم می‌بینیم. آقا خواب آقای اسماعیلی. صدای شما خیلی زلال، خیلی صاف، از اون صداییه که بعض وقتا با آقای همایون فر صحبت میکنم. شما لطفه. بعضی از صداها انگار از آسمون داره میاد به زمین. آره. میرسه. یعنی آدم احساس میکنه که این کسی که این صاحب این صدا هست یه دستی کرده به آسمون، یه چیزی رو از یه جای دیگه که مال ماها نیست آورده. خیلی دلنشین بود. میشه بگین که اولین بار که یه نفر گفت که صدات خوبه کی بود؟ پدرم. پدرتو. بله. اونا میخونن؟ علی اونا میخونن؟ نه، هیچ کس از خانواده. هیچ کس از خانواده شما نمیخونده. یوهو تو خوندی؟ من 5 سالم که بود با تقلیل صدا از آقای محمد علیزاده آهنگ هوا تو کردم خوندم. بعد چند وقت، بعد چند ماه یا آهنگ لوری خوندم که برای سن خودم 5 سالم بود دیگه، برای سن خودم خیلی زیاد بود، آهنگ خیلی معروفی بود. از اون موقع به بعد دیگه استعداد من کشف. خب الان شما اصرار داشتین فارسی بخونه براتون؟ بله. همینجوری واسه داره خودمون. خب یه تیکه کوچولو میتونی فارسی بخونی برامون؟ چش. اون بهترین کاری که خیلی دوست داری رو بخون دیگه. چش. برو بری. گفتم ببینمش مگر دردش یا ساکت شود، ساکت شود. بدیدم و مشتاق‌تر شدم، مشتاق‌تر شدم. ممنون از لطفتون. خواهش می‌کنم.
یه نکته هم راجعش بگم، بسیار مؤدبه. البته این خصلت خوبی نیست برای علی در 13 سالگی، زیادی خجالتیه تو ارتباط گیریه با دیگران. فوتبال بازی کردی تو الان؟ نه. با توپ بازی کردی؟ اصلا. چه کاریه؟ با چیکار می‌کنی؟ بازی نیست. ها؟ فوتبالی نیست. چه ورزشی می‌کنی؟ چه بازی می‌کنی؟ بازی مورد علاقت چیه؟ بازی هم نمی‌کنم. یعنی چی؟ نه این حتما آهنگساز میشه، شک نه. اینو خودت بگو. یعنی چی علی؟ یعنی تو با ارتباط گیری با بچهای همسن و سالت هم سخته برات؟ کلاً فن بیانم قدرت ندارم تو فن بیان. تو خود خجالتیم. او تو الان چقدر راحت اومدی خوندی؟ اون تو خوانندگی اون. آها یعنی تو راحت، خیلی راحت مسلط میای جلو 800 تماشاگر میخونی، ولی برای که ارتباط برقرار کنی با کسی، دوست بشی و اینا، سختت معذب میشی. بله. الان دوستای صمیمی چند نفرن؟ ندارم. خب رفیقت کیه تو زندگیت الان؟ مامان بابا کیه؟ پدر مادرم دیگه. و یعنی چه تو دوست نداری الان؟ چه خیلی بده که وقت نمیکنه. چرا من چون همش درگیر موسیقیه. نه بابا چی میگی بچه، چیش درگیر موسیقیه؟ شما باید الان بازی کنی، باید کلی هم دوست داشته باشی. ولی دوست خوبا با بچهای عصر جدید اصلا دوست نشو. اینا همه رفیق نابابن. بیا آسه، بیا آسه برو. خیلی ازت ممنونم. تو یه تیر و چند نشون بودی. هم اومدی اجرای باحال کردی، هم خواب داورا رو پروندی، هم تماشاگرای تکونی خوردن، بلند شدن نشستن. کلا زابرا می‌کردیم مامان جان. کلا. به افتخار علی طولابی. باریکلا.